هیچ چاره‌ای به جز استفاده از تکنولوژی حد ندارم. یعنی قسمت بند میشه حد اف ایکس، ایکس به سمت منفی بی‌نهایت، این دفعه ایگه شود دل. این یعنی چی؟ از لحاظ ریاضی هر چقدر مقدار ایکس کوچک و کوچکتر میشود، از لحاظ منفی کلن اعداد کوچکتر میشود و مقدارهای اف ایکس به عدد ثابت ال نزدیکتر میشود. خب ببین، وقتی بخواییم کوچیک کوچیک تر بشیم، دفعه امون اینجا بگیریم، از هر اگه مثبت باشه منفی بزنیم بیاد منفی میشه اینجا دیگه، ایکس ها بعدن کوچیک تر بشن. معنی ریاضی این، باز زبان منطق ریاضیش، به ازای هر اپسیلون مثبت وجود داشته باشد یک ام مثبت، به طوری که به ازای هر ایکسی که از منفی ام کوچیک تر میشه، آنگاه قدر مطلق اف ایکس منهای ال کوچکتر اپسیلون بشه. باز به زبان ریاضی، اما از منظر در واقع هندسی هم بخوایم بهش نگاه کنیم به این مفهوم، باز نشون دهنده در واقع مجانبهای افقی میشه که در منفی بی‌نهایت رخ میده. به مثال اگه بخوایم اشاره کنیم به این مسئله، این دفعه از مقادیر سمت به سمت منفی بی‌نهایت که میرید میکنیم، مثلا چنین تابعی، مثلا در نظر بگیرید ایش اف ایکس هستش، لیمیت اف ایکس، حالا اگه من این خط هم بگیرم خط ال، وقتی ایکس به سمت منفی بی نهایت میل میکنه، ایکس وقتی دور و دور میشه به سمت منفی بی نهایت میل میکنه، مقادیر اف ایکس میان مجانب میشن به ال، دوباره مجانب افقی ایجاد میکنه. پس هر دوی حد در بی نهایت، لیمیت اف ایکس، ایکس به سمت منفی بی نهایت و مثبت باید، وقتی برابر مقدار عدد آل میشه یا لاندا میشه، یعنی مجانب افقی رخ داده برای تابع شما، و این نکته بسیار حائز اهمیت در مطالعه حدها. مثال اگه بخوایم بزنیم تابع مثلا اف ایکس به طور جبری مثال بخوام بزنم و این مفاهیم رو ببینم، تابع اف ایکس مساوی با یک ایکس رو با هم نگاه کنیم، تابع اف ایکس مساوی با یه ایکس، خب لیمیت اف ایکس، ایکس میره به سمت بی نهایت مساوی با لیمیت یک ایکس، ایکس بره به سمت بی نهایت مساوی با صفر، و لیمیت اف ایکس، ایکس بره به سمت منفی بی نهایت، لیمیت یک بر ایکس، ایکس بره به سمت منفی، این هم برابر با صفر میشه. و اگر این تابع رو شما رسمش کنید، در واقع خود در نقطه صفر تابع تعریف نمیشه، هوموگرافیک هم هست تابه، شبیه تابه اینجوری هستش در واقع به این صورت و به این صورت. تو مقادیر منفی ایکس کاملا منفیه، تو مقادیر مثبت مثبته، حالا تو صفر چه اتفاق میفته حد بعدی که اشاره خواهم کرد، ولی در نهایت در منفی و مثبت بی نهایت نگاه کنید، ایکس به سمت منفی بی نهایت که میل میکنه و ایکس به سمت مثبت بی نهایت که میل میکنه، مقادیر قرمز رنگ رو نگاه کنید، میان مجانب میشن بهشون، میان چیکار میکنن؟ مجانب میشن به اینا. پس در واقع خط ایگرگ مساوی با صفر مجانب افقی تابع اف ایکس مساوی یک ایکس رو میشه. این در واقع نمونه مثال ها. در حالت کلی این مسئله میشه به این در واقع تعمیم داده بشه، یک بر ایکس به توان پی، اگه پی رو مثبت اختیار کنید، لیمیت این ایکس به سمت مثبت یا منفی بی نهایت میل کنه برابر با صفر میشه، لیمیت یک بر ایکس به توان پی باید مثبت باشه، توان اگه توان منفی بشه میاد صورت منفی رو بی نهایت رو به هم میزه تا عدد بر بی نهایت رخ بده و مقدار صفر رو ایجاد کنه. از این قواعد میتونید استفاده های مختلف رو کنید، مثلا تو کسرها، قالب کسرها یه چیزی مفاهیمی توشون هست، توابع کسری یعنی کوشن فانکشن ها، توابعی که تقسیم دو تا چند جمله‌ای به وجود میاد. مثلا نگاه کنید اینجا گفته حد مثلا هشتی، حد هشتی تقسیم بر یک به اضافه تی دو، وقتی تی میره به سمت بی نهایت رو حساب کنید.
این مساوی است با از تی دوی مخرج فاکتور میگیره و تی صورت میشه لیمیت در واقع 8 تی تقسیم بر تی دو در 1 بر تی دو